دوم با دنیزی موفق خواهد بود که البته در خلال صحبتاتون بله پاسخگو بودین و سوال کردن که آیا در دربی 74 استقلال رو میتونه شکست بده پرسپولیس یا نه، که اونم باز تابع از همون موارد ذهنی است. بله، ضمن اینکه بازی هم شروع شده و از همین ابتدا هم من عذرخواهی میکنم از شما بینندگان عزیز، امکان داره که در اتمام بازی ما نتونیم خدمت شما بزرگواران باشیم و متقارن باشیم با پخش اخبار، که از همینجا باز هم عذرخواهی ما رو پذیرا باشید و همه دوستانی که ایمیل زدند و ما فرصت پیدا نکردیم سپاسگزاریم. همین الان آقای اقبالی از حضور شما و بذل توجه به برنامه گزارش ورچی در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. نیمه دوم بفرمایید. نیمه دوم بازی رو از نزدیک تماشا خواهد کرد. یه موقعیت برای بازیکن پرسپولیس، بادامکی برای کریمی، حالا هاشمیان و این ضربه که از کنار دروازه به بیرون میره. موقعیت‌ها یکی بعد از دیگری از دست میره برای تیم پرسپولیس. با هم ببینیم این هاشمیانه میچرخه، پاس میده و در لحظه آخر توپ به پای کریمی خورد و به بیرون رفت. حسن حوری توپ رو مستقیما به بیرون میفرسته. شکوری از چپ توپ رو پرتاب میکنه. نوری، شکوری، دوباره محمد نوری. نور محمدی. مجتبی شیری. مهدوی کیا رو در سمت راست میبینه اما توپ نمیرسه به یاران پرسپولیس و در نهایت ضد حمله شکل میگیره. کالینز جان کوتاه زمینی در میانه زمین، علی سامره که توپ او به کالینز جان نمیرسه. مسلما اگر پرسپولیس نتیجه نگیره در 10 یا 15 دقیقه اول نیمه دوم شاهد حضور تغییراتی خواهیم بود که احتمال حضور جواد کاظمیان و ایمون زاید زیاد به نظر میرسه. گفته میشد که فشنگچی و نوروزی هم برای این مسابقه آماده شدند اما نام اونها در فهرست ذخیره ها دیده نمیشه و احتمالاً برای بازی بعدی دیگه آیدنیزلی میتونه از اون دو بازیکن استفاده بکنه. بادامکی ارسال بلند توپ، زاهدی توپ رو بر میگردونه، سامره پاس بلندی رو میفرسته این طرف، نور محمدی توپ رو برگشت میده، شکوری، هاشمیان پاس تکزر برای اولادی، یک بار دیگه شکوری، ضربه این بازیکن برخورد میکنه به مدافع بر میگرده، کریمی میتونه شوت بزنه، کریمی چیپ میزنه و توپ از بالای دروازه بیرون میره. از یکی که از اون گلهای کمیاب فوتبالمون رو ببینیم ولی ضربه چیپ علی کریمی با این فاصله که میبینید از بالای دروازه حسن حوری به بیرون رفت. ضربه بلند از حوری، حوری سابقه عضو در تیم ملی زیر 17 ساله های ایران رو هم داره. میثاق معمارزاده وحید هاشمیان توپ را ازش میگیرند، شکوری به وسط میبره، همچنان در عرض داره توپ را حرکت میده، بازم کریمی توپی ما را از زیر پاش رد میشه، به طور تصادفی به مهدوی کیا میرسه و سانتر مهدوی کیا رو بر میگردونند. حالا موقعیت در ضد حمله برای تیم مس سرچشمه که قدرش رو نمیدونه اونجا بازیکن این تیم مشتبه ترشیز. اولادی، بادامکی توپش رو میزنند، یک بار دیگه نوری اشتباه میکنه، توپ به مجید باجلان بازیکن حریف پاس میده، علی آبادی پاس کوتاه وسیل ابراهیمی، دوباره ابراهیمی، محمدی سعی میکنن میانه میدان رو در اختیار بگیرن اما سخته، توپ در نهایت به بیرون میره.
یک تعویض در تیم مس سرچشمه تا دقایقی دیگه انجام خواهد شد و مسلم فیروزآبادی در ترکیب این تیم قرار میگیره. اولادی اونجا تعادلش رو از دست میده. موقعیت برای بازیکن پرسپولیس روی سانتری که شکوری انجام میده. دوباره ترشیز. پرتاب از نور محمدی و این بار خطا. خطایی که وحید علی آبادی انجام میده روی اولادی به این ترتیبی که ملاحظه میفرمایید. اولادی فصل گذشته آمارش خیلی خوب بود. 15 تا گل در جام در لیگ زد، 5 تا گل در جام حذفی برای ملوان زد و این تیم رو فینالیست جام حذفی هم کرد. در 4 مسابقه 5 تا گل رو زد. اما در این فصل آمارش خوب نبوده. خب بالاخره کالینز جان که آمادگی قابل توجهی هم نداره از زمین بازی بیرون میره. مسلم فیروزآبادی به جای این بازیکن به بازی میاد. آروم ترین سرعت ممکن حرکت میکنه کالینز جان. حالا بیرون میاد. ضربه آزاد، مهدوی کیا پشت توپ، بلند میفرسته برای دروازه، فرصت و توپی که از بالای سر چند بازیکن عبور میکنه و به کورنر تبدیل میشه. کورنر از سمت راست برای پرسپولیس. کارون گوشه گره میخوره. کورنرشون تبدیل به یک پرتاب میشه. مهدوی کیا روی پای چپش هست، پاس به عقب میده. حالا موقعیت برای یاران پرسپولیس و ضربه ای که باز هم به بیرون زده میشه. بادامکی این توپ رو هم به بیرون فرستاد. تصویر آیسته رو از نمای پشت دروازه ببینیم. پشت سرش هم نور محمدی بود و شاید به همین موضوع داشت اعتراض میکرد. ضربه بلند از حسن حوری. مهدوی کیا یه فرار رو شروع میکنه. رضایی از یک بازیکن رد میشه. همچنان رضایی سانتر این بازیکن و باز هم ضربه کورنر برای پرسپولیس. خیلی کورنر دادن یاران پرسپولیس. اگر آمارشان ببینیم بد نیست. به هر حال پرسپولیس در حال تهاجم بود در اکثر دقایق. 5 تا کورنر. ضربه کورنر این بار از سمت راست باید زده بشه. مهدوی کیا به تیر اول تو برگشت داده میشه. شیری به راحتی توپ رو از دست میده. خوب بازی نکرده مشتبه شیری در این مسابقه. یه فرصت برای بازیکن مس و میثاق معمارزاده این بار برخلاف بازی قبل در مقابل شهرداری تبریز سریع از دروازش بیرون میاد و توپ رو برمیگردونه. کریمی، وحید هاشمیان، کریمی، هاشمی میره لب خط. کریمی توپ رو برمیداره و حرکت میکنه. حرکت تکنیکی این بازیکن نتیجه رو نداره. هاشمیان سان میکنه به روی دروازه. موقعیت. نوری او هم اضافه میشه. اولادی پرتعداد هم بازیکن مس در دفاع. هاشمیان همچنان صاحب توپه، سعی میکنه توپ رو از دست نده ولی این اتفاق میافته و توپش به بیرون میره. پرتاب از سمت راست برای یاران مس سرچشمه. ترشیز پرتاب میکنه. فیروزآبادی که لحظه قبل به بازی اومد روی سر بازیکن خودی ضربه سر رو زد. رضایی از بین دو بازیکن رد میشه. همچنان غلامرضا رضایی صاحب توپ، سان میکنه به روی دروازه. بهوری باجلان. فیروزآبادی اجازه میده توپ به بیرون بره. یک بازیکن از تیم خودشون روی زمینه. حالا دیگه تماشاگرها دائما عکس العمل نشون میده در مقابل یاران مس. نادر فتح‌اللهی روی زمین افتاده. بازم چهره دو مربی رو پیاپی ملاحظه فرمودید. هر دو هم جانشین مربیان قبلی
این دو تیم شدند. اصغر شرفی جانشین احمد سنجری شد، اون طرف هم که حمید استیلی برکنار شد و مصطفی دنیزلی اومد. جالبه که دنیزلی در مقابل تیم‌های سقوط کننده در دوره‌های قبلی رقابت لیگ برتر، خب اینم معلوم نبود اولادی میخواد بازی جام مردان رو رعایت بکنه یا اینکه میخواد گل بزنه. به هر حال توپ در اختیار حوری قرار گرفت، او هم تا میتونه وقت تلف میکنه. داشتم خدمتتون عرض میکردم که دنیزلی در دوره قبلی حضورش در ایران در مقابل تیمایی که در اون دوره ها سقوط کردن نتایج خوبی رو نگرفته. تیمایی مثل پگاه، شمونشک، شهید قندی و فولاد در اون دوره ها تیمایی بودن که در مقابل تیمای مصطفی دنیزلی خوب نتیجه گرفته بودن. ببینیم این داستان ادامه داره یا نه. البته هنوز نمیتونیم مثل سرچشمه تیم سقوط کننده بدونیم، اما شانس زیادی برای سقوط داره این تیم. یه موقعیت در منطقه جریمه، توپ رضایی رو میگیرند، دخالت میکنه اونجا مسلم فیروزآبادی، نوری میارن به چپ، شکوری قصد یک دو داره که موفق به این کار نمیشه. هاشمیان، کریمی، یه پاس به درون منطقه جریمه، زاهدی و دفع توپ. خب تغییر در تیم پرسپولیس انجام خواهد شد. حمیدرضا علی عسکری به زمین بازی خواهد رفت. یه پاس دیگه باز هم در اختیار بازیکنان مصر قرار میگیره. اونها هم با پاس تک ضرب به محمدی هافک دفاعیشون میرسونن. خطای اعلام نشده. مهدوی کیا، رضایی، یک بار دیگه موقعیت که اجازه نفوذ بیشتر رو نمیدن اونجا. ببینیم علی عسکری جای چه بازیکنی رو خواهد گرفت. یه فرار عمقی، توپ رو نور محمدی از اونجا دور میکنه. محمد نوری، کریمی میاره تا پشت منطقه جریمه، پاس عمقی رو میده. داور بازی رو متوقف میکنه، میخواد به بادامکی یه کارت زردم بده به خاطر تلاش در فریب داور. بادامکی هم کارت میگیره. میخواد شبیه سازی بکنه. ببینیم حالا تصویر رو هسته آیا چیزی رو نشون میده یا نه. خب هاشمیان زمین بازی رو ترک میکنه. ولی عسکری جای او رو پر میکنه. او هم مدت ها مصدوم بود. هوری، ضربه بلند حسن هوری به زمین پرسپولیس میاد. یک بر صفر بازی به نفع مس سرچشمه ادامه داره. دقیقه 59 بازیه. نور محمدی، شیری، کریمی، انتقال بازی به سمت راست برای کاپیتان تیم پرسپولیس مهدی مهدوی کیا که توپش نمیرسه. بالاخره مهدوی کیا پذیرفت که بازوبند رو در پرسپولیس هم به بازو ببنده. در سیلازین هم این مشکل که نه، در واقع این کار جوانمردانه بین کریمی و مهدوی کیا وجود داشت. بادامکی، نور محمدی، بادامکی، نوری، کریمی حرکت کرده، مهدوی کیا لب خطه. حالا برای مهدوی کیا که به این بازیکن توپ نمیرسه. زاهدی رو به جلو حرکت میکنه، میخواد منطقه بازی رو عوض بکنه. این کار رو هم خوب انجام میده. موقعیت برای باجلان پشت منطقه جریمه. ترشیز رو پیدا میکنه، ترشیز کنترل میکنه، حالا سان میکنه به روی دروازه. یک ضربه سر و عکس العمل معمارزاده در مقابل ضربه که فیروزآبادی زد. مهدوی کیا توپ بیرون میره، پرتاب برای بازیکنان مس سرچشمه است. مکس زیادی از بازیکنان مس میبینیم تا اینکه بیان توپ رو پرتاب کنند.
خب مازیار زاره به زمین بازی خواهد رفت. گفته میشد که اصغر شرفی قصد داره قبل از شروع مسابقه فیلم مشهور گلادیاتور رو برای بازیکن تیمش نمایش بده تا دچار تهیج روحی و روانی بشند. مشخص این کارو کرد یا نه، به هر حال اونها با روحیه بازی کردن تا به اینجای کار و خوب ایستادگی کردن در مقابل تیم پرهوادار پرسپولیس. ببینیم مازیار زاره جای چه بازیکنی رو پر میکنه در تیم پرسپولیس. نوری، رضایی، مهدوی کیا، یه سانتر بلند دیگه و مقصد این توپ ها فقط دستانه حسن حوریه. میخواد زدن و راه اندازی بکنه با پرتابش که نمیشه. دوباره کریمی جلو میاد، موقعیت برای پرسپولیسی هست. مهدوی کیا دراز حرکت کرده، دوباره مهدوی کیا، این بار اجازه سانتر داده نمیشه. فرصت خوبی که تعویض انجام بشه. بادامکی زمین بازی رو ترک خواهد کرد، از همون سم بیرون میره تا زاره با سرعت بیشتری به بازی بره، وقت کمتری تلف بشه. یه همکاری دو نفره بین یاران پرسپولیس که در نهایت یه کورنر، نه یه ضربه آزاد شکل میگیره. بله، ضربه آزاد برای بازیکنان پرسپولیس از سمت راست زمین باید زده بشه. مهدوی کیا پشت توپ قرار گرفته، میفرسته بلند برای دروازه، توپ رو از اونجا بر میگردوند. شیری، ارسال بلند جایی که حسن حوری قرار داره. مجتبی محبوب مجاز بازیکن سابق استقلال که در اون تیم زیاد بهش بازی نمیرسید تا دقایق دیگه برای تیم مس سرچشمه به بازی خواهد رفت. شیری، پرتاب برای بازیکن پرسپولیس. مجید باجلان زننده تنها گل مسابقه از زمین بازی خارج میشه و جای خودش رو به مجتبی محبوب مجاز میده. کلان 7 تا بازی بیشتر برای استقلال نتونست انجام بده در سالی که در استقلال بود. سابقه عضویت در تیم زیر 20 ساله های کشورمون رو هم داره. میثاق معمارزاده، رضا نور محمدی، شیری، کریمی. تعویض بعدی پرسپولیس هم اومدن علیرضا محمده. بنابراین از ایمان زاید و جواد کاظمیان خبری نیست. این سومین تعویض پرسپولیس، خروج مهدی مهدوی کیا که احتمالا بازوبان را به علی کریمی پس میده و بله، ورود علیرضا محمد که حالا تازه نفسه و ببینیم چه خواهد کرد. دو تا از اون سه بازیکن با تجربه خودش رو دنیزلی بیرون کشید در طول نیمه دوم مسابقه. هاشمیان بیرون رفت، حالا نوبت مهدوی کیا که تعویض بشه. کلا اونها با علی کریمی 102 سال سن دارن روی هم. یه موقعیت برای بازیکن مس در منطقه جریمه و توپ رو شکوری میگیره، یه لحظه هم اشتباه میکنه. در ترتیب پرتاب نصیب یاران پرسپولیس میشه. کریمی خب دیگه کوتاه میاد مسئول ورزشگاه آزادی و دونه بدونه تماشاگر رو اعلام نمیکنن. اعلام میشه 30,000 نفر تماشاگر در ورزشگاه آزادی هست. حالا دیگه باید یه جوری قبول کنیم. علیرضا محمد یه
یه سانت دیگه از سمت راست به روی دروازه از همه عبور میکنه. مدارکی خیلی استارت زد از سمت راست و خیلی دیگه خسته شده بود. ببینیم محمد کناره خط چه خواهد کرد. علی کریمی این توپ هم به بیرون میره. تلاش غلامرضا رضایی برای اینکه به این توپ برسه بی نتیجه است. حسن هوری باید بازی رو شروع کنه. تماشاگر پرسپولیس هم بدون اینکه تشویقی انجام بدن بازی رو دنبال میکنن. ظاهرا کنار گذاشتن لیدرها باعث شده که تماشاگرها هم اشتیاقی به تشویق نشون ندند. یک موقعیت برای بازیکن پرسپولیس. اولادی میچرخه رو به عقب حرکت میکنه. مازیار زاره کریمی نمیتونه از سد بازیکن مستقیمش عبور بکنه و توپ رو میگیرن. علی سامره یه پاس خوب میده، زده حمله شکل میگیره. موقعیت برای فیروز آبادی در منطقه دیمه. فیروز آبادی کجا میزنه توپ رو؟ مازیار زاره چه پاس خوبی داد علی سامره در این صحنه. اولادی یه بازیکن از مقابل بر میداره، میبره به راست، محمد اضافه میشه، نگه میداره تا بقیه بازیکن از راه برسند. غلامرضا رضایی سانتر او، موقعیت نوری، ضربه آروم محمد نوری و حسن هوری که توپ رو میگیره. با اومدن مازیار زاره نوری رها شد تا بیش از پیش رو به جلو حرکت بکنه. اینم موقعیتی که او داشت و قدرش رو ندونست. یه سانت دیگه به درون منطقه جریمه. این بار رو پا برمیگردونه هوری و توپ رو به بیرون میفرسته. 68مین دقیقه مسابقه، همچنان یک بر صفر به نفع مس سرچشمه. نتیجه کم برای کسی فکرشو میکرد. سانت برای دروازه، موقعیت برای نوری، علی اسکر و عکس العمل قشنگ به وسیله حسن هوری. یک بار دیگه ببینیم با هم. این ضربه سر علی اسکریه که در اختیار هوری قرار گرفت. زیاد هم واکنش خارق‌العاده از حسن هوری ندیدیم، اما به هر حال خوب کار کرده و تونسته چندین بار بازیکن پرسپولیس رو ناکام بگذاره. کریمی، نوری، علی اسکری لحظه توپو گم میکنه، دوباره پا به توپ میشه. علی اسکری سانتر ضعیف و حسن هوری دوباره توپو در اختیار میگیره. ضربه بلند از هوری. علی رضا محمد با اشتباه غلام رضا رضایی که اون سمت توپ رو از دست میده. ستاره بازی مقابل شاهین در این مسابقه زیاد چیز خاصی نشون نداده. با آرامش رضا نوراللهی میره توپ رو بر میداره و آماده میشه برای پرتاب. اولادی توپ رو میرسونه. شکوری بعد از مدت توپ به سمت چپ هم میاد. سانتر بلند و باز هم حسن هوری. خیلی سانت کردن بازیکن پرسپولیس اما نتیجه ای عاید نشده. اون سمت علیرضا محمد توپ رو به بیرون میزنه. اپیدمی مصدومیت دست در پرسپولیس بوده در این فصل. خیلی از بازیکن تیم از ناحیه دست امسال مصدوم شدند. پرتاب از زاهدی. شیری، نور محمدی، معمارزاده، کار خطرناک. محمد نوری
آخرین چیزی که پرسپولیس در این لحظات میخوان خوردن گل دومه. اولادی، خطا در میانه زمین، بالاخره نوری ضربه رو میزنه، وعید علی‌آبادی در مقابلش بود. علی‌آبادی احساس ناراحتی میکنه، مشکل خاصی هم نداره و بازی دنبال میشه. میثاق معمارزاده، شیری، رضایی، محمد لب خط، یک بار دیگه به پشت مدافعان، معمارزاده، توپ رو به نور محمدی بر میگردونه. نور محمدی و شیری بد کار نکردن، ولی توپی هم به سمت دروازه‌شون نیومده که در مورد اونها بخوایم قضاوتی رو انجام بدیم. بعد دید که محمد نصرتی در بازگشتش میادین چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. آفساید. زمین که شیخ رضایی هم که تیمای آلمانی و هلندی بعد جوری سر به خدمت گرفتنش دعوا دارن، بعد ببینیم که بالاخره چی خواهد شد. اصلا بازیکنی که در لیگ ایران دچار محرومیته، آیا میتونه با تیمای خارجی قرارداد ببنده یا نه؟ یه فرار دیگه، این بار آفساید نیست. فیروز آبادی حرکت میکنه، میاره به سمت محوطه جریمه. فیروز آبادی سان میکنه و کورنر هم نمیدن بازیکنان پرسپولیس. میثاق معمارزاده توپ رو به خوبی در اختیار میگیره. ضربه به زیر توپ، کوتاه کار میکنه اونجا ابراهیمی، یه سانتر بلند و باز هم معمارزاده که راحت لبه خط توپ رو میگیره. اینو صحنه قبلیه که معمارزاده نگذاشت توپ به بیرون بره. ضربه سر از ترشیز و توپی که راحت در اختیار حسن حوری قرار میگیره. کمتر از 18 دقیقه پایان مسابقه وقت باقی مونده. پرسپولیس ببینیم میتونه از یک شکست خانگی دیگه فرار بکنه یا خیر، اونم در مقابل تیم انتهای جدول. راهنما که بازی خودش رو برد و حالا وضعیت شاهین بوشهر رو فجر سپاسی بازم خطرناک نشون میده. ملوانم به همین ترتیب، توپ در اختیار علی کریمیه. خود کریمی همچنان صاحب توپ، موقعیت، توپی که میخوره به دفاع برمیگرده. رضایی سانتر بلند به بعد از تیر دو، توپ هنوز به بیرون نرفته. شکوری سانتر دیگه روی تیر دو و فشار بی امان یاران پرسپولیس در این لحظات فقط یک پرتاب رو به دنبال داره. خیلی تماشاگران نیم خیس شده بودن برای دیدن گل، اما اتفاق خاصی نیفتاد. رضایی با پای چپ سان میکنه این بار. ضربه دروازه رو حسن حوری خواهد زد. حوری بلند میزنه. سامره، از دید آقای شرفی اینقدر خوب بوده که در این لحظه هم داره بازی بکنه. معمولا سامره رو 90 دقیقه بهش بازی نمیده آقای اصغر شرفی. خب معمارزاده توپ رو بیرون میزنه، پرتاب برای بازیکنه یه مثل سرچشمه. آخرش هم ایمون زاید به زمین بازی نیومد که بازی رو ببینیم. احتمالا بازم باید مشغول نویسندگی در سایت ها و روزنامه ها باشه این بازیکن. خب اعلام خطا میشه، خطا به نفع تیم پرسپولیس. داور یک کارت زرد به اولادی نشون میده. ببینید چیکار کرد اولادی که کارت زرد گرفت.
به خاطر این صحنه داور بهش کارت داد. به هر حال بازی رو دنبال میکنیم. علی کریمی پشت توپ قرار گرفته، کوتاه پشت منطقه جریمه، علی عسکری، ضربه نچندان جالب این بازیکن که بیفایده است و حالا یک زده حمله شکل میگیره، خطرناک هم هست. فیروزآبادی لب خط آفساید داره حرکت میکنه، خوب اونجا قرار گرفته بود محمد، جاگیری عالی داشت و توپ رو به علی کریمی میرسونه. ابراهیم شکوری لب خط سانتر بلند و عکس‌العمل دیدنی حسن حوری که آمادگی بدنی خودش رو به رخ میکشه. یه کار سه نفره قشنگ از بازیکنان مس اما نمیتونن استفاده بکنند. زاره، نوری، دوباره نوری، پیشروی او تا پشت منطقه جریمه ادامه داره. یک بازیکن از مس روی زمین افتاده، کریمی پاس در آم، فرصت برای نوری و توی دروازه، توی دروازه، گل مساوی رو محمد نوری به ثمر میرسونه. یک یک مساوی، حرکت زمینی قشنگ از بین مدافعا و حالا پرچمای قرمز در ورزشگاه آزادی به اهتزاز در میاد. یک بازیکن از تیم مس هم روی زمین بود در لحظه‌ای که توپ درون دروازه قرار گرفت. به هر ترتیب قفل دروازه مس شکسته میشه و محمد نوری این گل رو به ثمر میرسونه. چهار گله میشه نوری. با هم نگاه کنیم، ضربه آخر رو خوب زد و دیگه کاری از دست حسن حوری بر نمی اومد. اینجا یک دو کرد با علی کریمی، کار زیبای کریمی که پاس گل داد و اینم نوک پای دقیق از محمد نوری. یک کار دو نفره و هماهنگ و باز شدن دروازه مس سرچشمه. از این نما هم قشنگ ببینیم، یه فضای خیلی خوب بین مدافعا ایجاد کردن برای خودشون با این حرکت فریبنده کریمی و ضربه نهایی از نوری. خب حالا دقایق باقی مانده مسابقه با امید بیشتری برای هوادار پرسپولیس همراه هست و دیگه اونا بدون کمک گرفتن از لیدرها خودشو تشویق میکنند. یه موقعیت دیگه از سمت راست، علیرضا محمد خط رو هم جا میذاره و بعد سان میکنه. حوری، حسن حوری باید بازی رو شروع کنه. مثل بازی رفت پرسپولیس گل اول رو خورد، بعد بازی رو مساوی کرد. منتها در اون مسابقه دوتا گل خورد، بعد دوتا گل زد. الان یه گل خورده، یه گل زده و 12 دقیقه فرصت هست. یه سانتر بلند، معمارزاده میاد بیرون، توپ رو رد میکنه. کریمی پاس بلند برای علی عسکری، با سر توپ رو میکاره علی عسکری. نوری پشت محوطه جریمه، مازیار زاره، حالا کریمی پاس در عمق، موقعیت برای اولادی، گرفتار میکنه خودش رو. تغییر بعدی در تیم مس سرچشمه خواهد بود و محمد منصوری به زمین بازی خواهد رفت. یک بار دیگه در عمق، توپ یه مقدار سریه، شکوری یه بادوپا میزنه، میخواد عبور بکنه از یار مقابلش، دوتا بازیکن اونجا در برابر او میستند و نمیگذارن که رد بشه. خب تغییر به این ترتیب انجام میشه که امیر حسین محمدی از ترکیب تیم مس سرچشمه بیرون خواهد رفت و محمد منصوری جای او رو پر میکنه. بله چهرهش رو میبینید، محمد منصوری در ترکیب تیم مس، 32 ساله شده، با تجربه بسیار زیاد. محمد منصوری، فرصت برای زارز، شلیک این بازیکن. حسن حوری توپ رو میگیره،
ضربه بلند از حسن حوری، یه برخورد شدید پشت منطقه جریمه و خطا به نفع تیم پرسپولیس. هر دو بازیکنان بدجوری آسیب دیدن، یکیشون رضا نور محمدیه که به حال باعث میشه که خیلی سریع بیان برای مداوای بازیکنان مصدوم. اون یکی هم مجتبی محبوب مجاز بود، یه برخورد در شرطی که هر دو بازیکن برای توپ رفتند. خطا به نفع تیم پرسپولیس گرفته شد. بازی قبلی هم پرسپولیس اول گل خورد و بعد بازی رو مساوی کرد. یکی از اساسی ترین مشکلات پرسپولیس خوردن گلای زیاده. این طرف هم آقای اصغر شرفی رو میبینید در کنار آقای هاشمی سرپرست تیم مس، که البته اون طرف دیگه چنین پستی رو در تیم پرسپولیس نداریم و محمود خوربین هم به تبع بعد از سالها در کنار این تیم نیست. در میانه میدان بازیکنان تیم مس حرکت میکنند. علی سامره در سمت راست یه پاس خوب میده، پرتاب برای تیره پوشان مس. مجتبی ترشیز رو میبینید، ترشیز در تیمای استقلال اهواز و تراکتور سازی تبریز سابقه عضویت در الان 33 ساله است. پرتاب وسیله نوراللهی، معمارزاده توپ رد میکنه، دوباره فرصت برای شوت زدن، یک ضربه محکم اما با فاصله زیاد این توپ به بیرون میره. هیچ نشانی از یک ضربه دقیق نداشت این توپ. مدافع پیشتاخته ی اونها نادر فتح‌اللهی بود که این ضربه رو زد، مدافع پیشتاخته مثل سرچشمه. غلامرضا رضایی حرکت میکنه، میره پشت منطقه جریمه، پاس او که به علی عسکری هم نمیرسه. خوب کار میکنه اونجا ابراهیمی، اما بازم توپ از دست میره. علی عسکری ترشیز توپ رو برمیگردونه، دوباره ترشیز توپ نوری رو میگیره، کریمی میاد دخالت میکنه. فشار دیگه نفرات در میانه زمین رو ببینید، کار رو سخت میکنه برای هافبک های هر دو تیم. خطا، خطای شیری گرفته شد برای این بازیکن مسلم فیروزآبادی. گرفتن چنین خطاهایی در دستور کار بازیکنان تیم مس هست، به هر حال میتونه از این فشار رها بشن و جلو بیان. زمان بازی هم به همین ترتیب سپری میشه برای اونها. محمد منصوری پشت توپ، بلند سان میکنه برای دروازه، میثاق معمارزاده با خروج موفقش توپ رو میگیره. خانم رضا رضایی اولادی، همچنان اولادی، منصوری، توپ منصوری رو هم میگیرند. خود منصوری دوباره صاحب توپ، علاقه زیادی به پیران شماره 7 داره محمد منصوری، تقریبا هر کجا بازی کرده 7 رو پوشیده. این طرف زمین توپ بیرون میره. پرتاب به وسیله ترشیز، اشتباه در خط دفاع. علی کریمی، علی عسکری، پاس به بیرون، یک بار دیگه نوری، پنالتی، خطا روی محمد نوری و اعلام ضربه پنالتی برای پرسپولیس. تا به اینجا نوری ستاره مسابقه بوده، یه گل زده یه پنالتی هم گرفته. اعتراض وحید علی آبادی به داور. اما اعتراض بازیکنان مس جدی نیست. 86 ششمین دقیقه مسابقه،
ببینیم حسن اوری چه خواهد کرد. تصویر آیسته رو اگر یک بار دیگه ببینیم، به نظر میرسید که یه برخورد کوچیک انجام شد، اما نوری خودش رو طوری رو زمین انداخت که داور مجاب بشه که پنالتی رو بگیره. به هر حال این رو واگذار میکنیم به کارشناسان. علی کریمی پشت توپ قرار گرفته، لحظه حساسی است. علی کریمی پشت توپ، یه مکس میکنه کریمی، حالا میزنه و توی دروازه. دو بر یک پرسپولیس جلو میافته. پرسپولیس 2 مس سرچشمه 1. در پایان بازی هم سعی میکنیم با مربیان تیم صحبت بکنیم، ببینیم با هم. هوری خوب تشخیص داد اما به توپ نرسید. با اگر یه مقدار زودتر حرکت میکرد شاید میتونست مسیر توپ رو کاملا عوض بکنه. کریمی همچنان بهترین گلزن پرسپولیس، هفتمین گلش رو به ثمر رسوند. هفته پیش هم گل زده بود، در این بازی پاس گل هم داد. کلا این هفته آمارش حداقل خوبه. شکوری تعادلش رو از دست میده و در واقع مصدوم میشه. از زمان اومدن مصطفی دنیزلی آمار علی کریمی هم بهتر شده. سه بازی سه گل، دو تا پاس گل. خب یاران پرسپولیس بازی رو شروع میکنن. کل ورزشگاه هم که برنگ قرمزه، به جز اون هواداران کم تعداد تیم مس که واقعا هم خوب تیمشون رو حمایت کردن، الان خوشحالند. هواداران مس چیزی بوده 2300 نفر هستن که امیدوارم تیمشون در لحظات پایانی بتونه کاری انجام بده. خطای فیروزآبادی اونجا گرفته میشه. خطای کاملا واضح. کلی از مشکلات فوتبال ایران همین خطاهایی است که خیلی از بازیکن‌ها بی جهت انجام میدن، در حالی که میتونن این خطاها رو انجام ندن. پرسپولیس در صورت پیروزی در این مسابقه 3 امتیاز دیگه به اندوخته خودش اضافه میکنه و 29 امتیازی میشه. اون طرف هم یه برخورد انجام میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام. به این بخش